یک مسئله هم مسئله فرهنگه که آقایونم حالا معلوم شد که نگرانی دارید، بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن، تقویت این نهالهایی که روییده است در عرصه فرهنگ. به حمدالله جوانهای مؤمن خوبی داریم در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت کردن، کار کردن، حالا بعضی جوانن، بعضی دوره جوانی رو هم گذروندن. ما کم نداریم عامل فرهنگی. ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترم هم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. اینجوری نیست، به این آسانی دیگه قابل ترمیم نخواهد بود، مشکلات زیادی داره. کسانی که سعی میکنن این مرز را کمرنگ کنن یا محو کنن یا از بین ببرن، اینا خدمت نمیکنن به مردم، اینا خدمت نمیکنن به کشور. چه مرزهای دینی و عقیدتی، چه مرزهای سیاسی، استقلال مرزی است برای کشور. این کسانی که سعی میکنن اهمیت استقلال یک ملت را به عنوان جهانی شدن و حل شدن و نمیدونم منطبق شدن بار با جامعه جهانی از بین ببرن و کمرنگ کنن، مقاله می نویسن، حرف می زنن، اینا هیچ خدمتی نمی کنن به این کشور. خیلی خوب، شما میگید ارتباط داشته باشین با دنیا، خیلی خوب ارتباط داشته باشید، منتها معلوم باشه با کی ارتباط دارید، چرا ارتباط دارید، چه جور ارتباطی دارید، اینا مشخص باشه. مرزبندی یعنی این. در جوابندی های داخلی هم همینجور. یک واقعیت دیگری که نباید غفلت کرد، دشمنی دشمنان ماست، نباید از دشمنی دشمن نباید غفلت کرد. به قول سعدی، دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند، سلسله دوستی به جنباند. این سعدی میگه اونگاه در دوستی کاری کند که هیچ دشمنی نکرده باشد. اینجوری، اینو نباید فراموش کنیم. واقعیتی است، دشمن من، دشمن اسلامند، دشمن استقلال ملی من و دشمن ملت من به خاطر این خصوصیات. بله، اگر چنانچه این ملت از انقلاب دست برمی داشت، از اسلام دست برمی داشت، خودش رو تسلیم متجاوز و متعدی می کرد، بله از ملت ما خیلی هم راضی بودن، خیلی هم تعریف می کردن. اما با ملت بدن به خاطر این، و قد بدت البغضاء فی افواههم، حرفایی هم که میزنن نشون میده که چقدر این بغض و دشمنی عمیقه.